با عزیمت رئیس جمهور به پرند با مترو، خط متروی تهران پرند به بهره برداری رسید. اینجا قرار بود یک خط باشه، یعنی 20 کیلومتر، ولی در عمل اون چیزی که اتفاق افتاد رفت و برگشت شد، یعنی عملا شد 40 کیلومتر کار. مترو یک طرفه هم داریم مگه؟ یعنی قرار بود از تهران بره پرند بعد همونجا بمونه به کارهای بعدش فکر کنه؟ سال 401 اصل داستان از ماجرای یک خانم شروع شد. از اون نقطه نظام و جمهوری اسلامی رو میزدن. ریشه های نظام که بسیار قوی تره و حالا با چنین چیزی گسسته نشد. بله، ریشه های نظام رو اطلاعی ندارم، ولی ریشوهای نظام که همه ترس گسسته شدن ما تحتشون 6 ماهه میگفتن بیاید با هم گفتگو کنیم، بیایم حرف بزنیم. اما کاملا میدونیم که مسئله زن کاملا پاشنه حاشیه نظامه. فقط زن؟ دلار و سکه و مسکن و خودرو و محیط زیست پاشنه آشیل نیستن؟ البته پاشنه و آشیل که مال آدمیزاده، واسه نظام شما باید از نعل و سم استفاده کرد. اگر بخوایم نگاه کنیم و زن رو توی چارچوب غرب و ببینیم نگاه زن به غرب چیه، زنها کاملا شهروند درجه 2 هستن. آره شدی؟ به اون شرایط اگه میگن درجه 2، پس باید بگیم شما تو ایران درجه مرجه رو رد کردین، زنها رو شهروند که هیچی کلن انسان حساب نمی کنید. بعضا ازشون استفاده های ابزاری میشه اگر هم میخواد بهشون بها داده بشه. دیگه شما که زن رو یه ترکیبی از دستگاه جوجه کشی و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و صندلی ماساژور میدونین، حرف از ابزار مبزار نزنین خداییش. گاهن حتی خانم ها تو فضای غرب دارن برای این میجنگن که حق طبیعیشون رو داشته باشن، چه برسه به اینکه بخوان توی عرصه های مختلف فعالیت تاثیرگذار داشته باشن. بله، نمونهش خانم مرکل. تمام زندگیش در تلاش بود که نتونه بی اجازه شوهرش از کشور خارج بشه، نتونه لباسی که میخواد بپوشه، نتونه کار کنه، نتونه مستقل باشه. ولی خب چون اونجا زنها از حقوق طبیعیشون محرومن، مجبور شد صدر اعظم کشورشون بشه.